سلام دوستان وقتتون بخیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم من یه گزارش قبل از اینکه شبنامه رو شروع کنیم داشتم میخونم در خصوص تحولات منطقه اگر میبینید خندم گرفته به خاطر اونه اگر موافق باشید گزارش امروز رو شروع کنیم من میخوام یک یادداشتی رو برای شما بخونم یادداشتی که نوشته شده در خصوص اینکه این تقابلی که بین اماراتی ها و یمنی ها پیش اومده تهش قراره به کجا برسه خب یه درگیری رو شاهد هستیم و کل منطقه درگیر شده فردا یک ویدیوی ویژه براتون خواهم داشت اماراتی ها بلند شدن رفتن پیش دبیر کل مقاومت لبنان ببین داستان چقدر بیخ پیدا کرده بلند شدن رفتن پیش کسی که در رسانه هاشون نیروهاش رو به عنوان تروریست رو معرفی میکنن کار به جای رسیده که بلند شدن رفتن پیش این شخص و درخواست کردن که آقا تو یه کاری بکن که اینا تموم کنن این نبرد رو تموم بکنن ما هم قول میدیم حملاتمون رو تعلیق بکنیم که دبیر کل مقاومت لبنان اونجا بهشون به صراحت اعلام کرده گفتی که آقا اینها من باشون متحدم و اونجا که نیاز داشته کمکشون میکنم ولی به این معنا نیست که میتونم از طرف اونها اثر نظر بکنم یک گروهی هستن در کشور یمن اگر مشکلی هست باید برید بشین به خوشون گفتگو بکنید ما از طرف اونها نمیتونیم اثر نظر بکنیم میخوام بگم ماجرا انقدر پیچیده شده از طرف اینها بلند شدن رفتن پیش سیونسا نتیجه نگرفتن پیش آمریکایی ها رفتن نتیجه نگرفتن با ترکیه دیدار کردن با اردن دیدار کردن به خاطر اینکه این پیام رو مخابره بکنن که ما در مقابل شما یمنی یک اتحاد منطقه‌ای رو داریم به هر جهت در حال حاضر این سوال جدی وجود داره که این ماجر قراره به کجا ختم شه؟ قرار هست سرانه چه اتفاقی من میخوام بخشی از یک گزارش رو شما بخونم ابتدای گزارش به این شکل شروع شده اینو بگم داخل پرانتز گزارشی است که ستون نویس روزنامه القدس العربی به سفارش یکی از پایگاه های غربی نوشته گزارش به این شکل شروع شده که آیا اماراتی ها از اقداماتی که دارن انجام میدن عقب نشینی خواهند کرد و مثل سال 2019 به طور رسمی از یمن خارج میشن یا اینکه میخوان به این جنگ نیابتی پرهزینه از طریق ارتش نیروهای همسو به خوشنریان ادامه بدن دو تا احتمال رو برای اماراتی ها تعریف کرده گفته که احتمال اولی که وجود داره این هست که اینها بعد از یه وقفه سه ساله اومدن درگیر جنگ یمن شدن و حالا با توجه به اتفاقاتی که براشون رخ داده تصمیم بگیرن که خارج بشن به یک بار خارج بشن و از هزینه هنگفتی که ممکن است دامنشون رو بگیره فرار بکنن در ادامه گفتی که اتفاق دومی که میتونه رخ بده این هست که به این نبرد ادامه بدن که در این صورت یمنی ها چند سایت اقتصادی و نظامی و راهبردی رو همونطور که در خاک عربستان سعودی مورد هدف قرار دادن به همین شکل در خاک امارات هدف قرار خواهند داد و چیزی شبیه به آرامکو در امارات هم محقق خواهد شد قبل از اینکه این, که این ماجرا یک سوال رو ادامه برسی کرده که چرا انسالو تا الان به امارات حمله نمی‌کرد؟ اومده چند تا نکته مورد بررسی قرار داده گفته یکی از دلایلش این هست که انصار الله همزمان داره با دو گروه شبه نظامی در خاک کشور خوش می جنگه. یک گروه وابسته است به امارات یک گروه هم وابسته است به عربستان و از طرفی عربستان هم داره می جنگه خب بدیهی است که تمایل نداشته که بیاد با امارات هم در چنین شرایطی وارد نبرد بشه بعد گفته که یکی از دلایل دیگه ای که وجود داشته که باعث می شده که انصار الله با امارات وارد نبرد نشه این هست که اینها متحد ایران هستن ایران هم تمایل داشته که در شرایط فعلی محافظه محتاطانه ای رو با امارات حفظ con él. تا مسیر تجاری که از طریق امارات با دنیا داره هم حفظ بشه و با مشکل روبرو رو نشه و گفته که اینو یکی از دلایل بوده دیگه یکی از دلایلی که باعث میشه اینها تا الان اقدامی علیه امارات نکنن این بوده که ایران دوست این توازن حفظ بشه میگه آخرین موضوعی که خیلی مهم هست و باعث شده که اینها علیه امارات تا الان اقدامی نشه وشن این هست که امارات از سال 2019 به طور کامل یمن رو ترک میکنه نظامی خودش رو از یمن خارج میکنه حالا من یه نکته جالب بگم این چیزی که این گزارش گفته من تا الان نشیده بودم میگه 150 تا کشته اینها در نبرد یمن تا سال 2019 میدن نیروهای نظامی امارات و صدها زخمی بعد میگه در بین کشته ها و زخمی ها شما اسم فرزند وزیر امور خارجه سابق امارات رو میبینید و همچنین اسم داماد محمد بن زاید رو هم میبینید که رفته توی این عبرده شرکت کرده و دچار جراحت شده به من یه نکته خیلی جالب بهتون بگم چیزی که دبیر کل مقامات لبنان اخیرا اومده بود اشاره کرده بود که خیلی تمرکز اینها رو گرفته بعد از این اظهار نظرها بود که اینا بلند رفتن رفتن ببینن از طرف لبنان میتونن یه راهکاری پیدا بکنن این نبرد تمام نه ایشون در صحبت‌های خودش به بهانه سالگرد انقلاب اسلامی مردم ایران گفته بود که شما باید یه چیزی رو بررسی بکنید یه کشوری به نام امارات این کشور از زمانی که به وجود اومده تا الان چند صد میلیارد دلار اومده خرج تجهیزات نظامی کرده تسلیحات خریده ولی بله از زمانی که به وجود اومده تا الان یه جنگ انجام داده اونم یه جنگ با کمک کلی متحد عربی بوده در قالب یک ائتلاف عربی علیه یک کشور ضعیف به نام یمن و شکست خورد خب این داره وزن دیگه حالا ما هر چقدر بگیم که اون کسانی که در امارات نشستن و دارن کشور داریم می‌کنن هر چقدر بگیم اینا بی‌شوه تعطیل عمل ولی خب اینو دیگه می‌فهمن دیگه که آقا دنیا وقتی نگاه کنه متوجه میشه این همه تسلیحات خریدی تو عمرت یه بار جنگیدی شکست خوردی از یک کشور ضعیف به نام یمن بریم ادامه گزارش رو بخونیم پس میگه که این اتفاقاتی که تا الان توضیح دادیم باعث میشد که یمن انگیزه نداشته باشه که علیه امارات اقدام بکنه ولی یه سری اتفاق میفته یکی از اون اتفاقا این بودی که اماراتی ها به طور قاطع به یک باره به نبرد با یمن وارد میشن و اینجا یمنی ها به این جمعنی میسن که باید وسط این میدانه بیان یه ضربه اساسی به امارات بزنن که امارات بفهمه که آقا این قضیه هزینه داره که اینها از پس پرداخت کردن آن برنمیان این قسمت خیلی برای من جالبه من تایید یارت نمی کنم صرفا دارم نقل میکنم خدمت شما میگه که زمانی که اینها وارد نبرد یمن شدن اماراتی وسط این میدان آمدن یک اتفاق رخ میده اون اتفاق اینه پس از چند روز تردید که طی آن رایزنی هایی در تهران بیروت و در میان سران تایفه ای یمن صورت گرفت انصار الله تصمیم گرفت پیام محکمی برای امارات ارسال کند میگه به یک بار این کارو نکرد رفت و یه سری صحبت کرد گفت آقا من همچین اقدامی میخوام انجام بدم اگر همچین اقدامی انجام بدم شما پایکار هستین یا نه ما بسم الله میخوایم بگیم که اون پیامی که به انصار الله میدن این بوده که آقا شما برو با قوت بسم الله تو بگو اگر کسی خواست حرفی بزنه اگر کسی خواست غلطی بکنه ما اونجا میایم وسط میدان قشنگ صدق الله این داستان رو میگیم بسات اینا رو جمع میکنیم ادامه گزارش رو براتون میخونم یک انصالله در این راستا عمق خاک امارات رو بمباران کرد اما آمدانه از شدت وحدت آن کاس تا پیام هوشداری برای ابوظبی بفرستد میگه صرفا هدفش این بود که یک پیام هوشداری ارسال بکنه بعد میگه پس از اینکه اینها این, این, این کارو کردن 24 ساعت بعدش امارات به این قضیه پاسخ میده حمله میکنه به یک منزل مسکونی که در اون 23 نفر سه خانواده جان خودشون رو از دست میدن در نهایت اومد رسیده اینجا که امارات الان دو تا گزینه روبری خودش داره یکی از گزینه‌ای هست که عقب نشینی بکنه مثل سال 2019 بسات خودش رو جمع بکنه یکی دیگه این هست که نه وسط این میدانه در کنار عربستان وایسه و با چشمان باز حمله به تاسیسات شرکت ملی نفت ابوظبی رو مشاهده بکنه اتفاقی که یک بار دیگه چیزی شبیه به آرامکو رو در اسهان زنده خواهد کرد و این نکته جالبی رو توی این گزارش گفته خیلی جالبه میگه که الان اتفاقی که رخ داده نبردی رو شاهدش هستیم که نوع عملیات یمنی ها در اون باعث شده که قواعد درگیری دستخوش تغییراتی بشه و بین تحولات امر بسیار سخت و دشواری بشه بعد اومده مثال زده گفته که اینا 1600 کیلومتر رژیم با سنا فاصله داره اما با این وجود یمن یعنی اومده هشدار داده گفته که من همونطور که علیه امارات اقدام کردم اگر بخواد بازی کثیف شما ادامه پیدا بکنه علیه شما هم اقدام خواهم کرد و من یه چیزی داخل پرانتز بگم توضیح نداده که انگیزش از اشاره به این مسئله توی این بخش از گزارشش چیه ولی من اون چیزی که ساده میتونم خدمت شما عرض این هست که فلسطینی هایی در درون سرزمین های اشغالی بسیج شده اند بسیج همگانی اعلام کردن در کرانه داری. مسلح شدن بخشی از اینها حماس هم به تو رسمی اعلام کرده حماس اخیرا در یک پیام خطاب سوریه گفته که اگر تصمیم گرفتی که به حملاتی که سهیونیستا به خاکت انجام دادن پاسخ بدی بدون که ما کنار تیم ما تیم ما هم در کنار هستیم اینا دنبال یک جرقن خود سهیونیستا در گزارش اخیرشون که من به زودی به شما ارائه خواهم داد اومدن بر این تاکید کردن گفتن که منطقه دنبال یک جرقه است ما احساس میکنیم که تا فروردین ما مجموعه اتفاقاتی میتونه رخ بده که فروردین رو برای سهیونیستا در داخل سرزمین های اشغالی ناامن بکنه حالا این چیزی که اینجا در گزارش بهش اشاره کرده چون گزارش در خصوص امارات و یمن واقعا رفتی به سیون سنتی که نداشت فکر می‌کنم که به نوعی میتونه اشاره به این داستان ها هم داشته باشه در نهایت اومده یک چیزی رو گفته در گزارش که برای من خیلی جالبه میگه که این بمباران های بی سابقه کر عمق خاک امارات اتفاق افتاده یه ماموریت داره اونم این است که به اینها کمک بکنه یه بتا سریعتر بتونن یه راهکاری پیدا بکنن برای پایان دادن این جنگ چون شما وقتی به امارات و یمن میگی اینا رفتن دهن سازمان و ملل بسن و چشم رسانه ها هم با پول به بسیار زیادی که دارن گرفتن کشورهای غربی هم ساکت کردن دارن اینجا رسما جنایت میکنن و تحت فشار هم قرار گرفتن از طرفی دنبال یک راهکار آبرومندانن ولی صبورانه دارن جلو میان میگه این بمباران ها حسنش این بود این اقداماتی که یمن انجام داد در خاک امارات حسنش این بود که به اینها کمک میکنه که یه مقدار عجله بکنن به خودشون بیان و یک مقدار فعالتر بشن بتونن یک راه حل مناسبی رو خیلی سریعتر برای پایان دادن به منازعه پیدا بکنن اگر موافق باشید من این گزارش رو همینجا متوقف میکنم دوستان این داستان دو دنباله داری که دارم خدمت شما عرض میکنم بر روی تحولات منطقه ما و آینده منطقه ما اثرت ویژه خواهد داشت سهیونیس ها اخیرا سفرهایی رو داشتن به امارات و بحرین من اصلا دوست ندارم از این جنس حرفا بزنم مثلا بگم که فلان نقطه کشور ما هست یا فلان نقطه بخشی از خاک ما هست ولی این جنس گستخی هایی که اخیرا در این سفر انجام شده من رو وادار میکنه که این جمله رو به سراحت بگم رفتن تو خاک کشور ما امارات و بحرین از اونجا برامون رجسونده خب این توهین دیگه و شوت بودن اینها رو نشون میده ببین تو چقدر باید تعطیل باشی تو اون شدی رفتی توی اماراتی که میلیاردها دلار تسلیحات خریده تو اولین جنگش در مقابل فقیرترین کشور یمنی مونده بعد داری اونجا منو تهدید میکنی خب اونجا مثلا این چه کمکی میتونه به تو بکنه این خودش نمیتونه جنب بکنه ببین یعنی میخوام بگم که کسانی که در مقابل شما هستن قدرت تحلیل هم از دست دادن قدرت فهم مسائل رو هم از دست دادن بعد اون چیزایی که رخ میده وزن داره برای ما ما فکر میکنیم که به یاری خدا تحولات پیش رو در منطقه رو به شکل ویژه‌ای دست تغییر خواهد کرد اگر موافق باشید من چند تا پیام دوست دارم برای شما بخونم یکی از دوستان ما آقای مهدی یک پیام برای ما فرستاده نوشته که درود بر شما برادر عزیز بنده افسر دوم نفتکش ایران هستم صدای شما تا اون طرف کره زمین به گوش شما میرسه و باعث این میشه با انگیزه بیشتری تحمل کنیم اینجا دوری از خانه و کاشانه رو امیدوارم خداوند ایران عزیز رو سربلند نگه داره تا ابد تا ظهور حضرت و حجت بزرگوارمان خسته نباشید خدمت شما و تیم عالی و پرتلاش شما عرض میکنم و از خداوند متعال پیشرفتای روزافسون همه هموطنانم هم و شما را خواستارم همگی در پناه خدا باشید حضرت آیت الله خامنه ای حق است و تمام کسانی که به دنبال حقیقت و باطن حقیقت جو دارند روزی به ایشان لبک خواهند گفت در پناه خدا باشید سلام و عرض ادب خیلی مخلصم آقا مهدی ان که پرشامت بالا باشه خاک پای شما هستیم خاک پای همه رفقای هستیم که آن سوی دنیا دارن برای وطن زحمت میکشن آن سوی دنیا دارن سختی هایی رو تحمل میکنن کلافگی هایی رو تحمل میکنن برای این که پرچم وطن بالا باشه به شما افتخار میکنیم و از خدا میخوایم که بتونیم ما هم به نقطه‌ای برسیم که مثل شما و رفقای مثل شما خادمی وطن رو بکنیم دوست دیگری در پیامش نوشته که سلام بزرگوار من مسئول یکی از سایت‌های نفتی غرب کشور هستم و تحلیل های شما رو دنبال میکنم تشکر از برنامه خوبتون لطفا مطالب رو دو سویه بیان کنید و مثل صدا حالا یه چیزی گفته خطاب به اونه که من این بخش رو نمیگم خیلی ممنونم از پیامتون دعا بکنید که بتونیم ضمن اینکه بیطرف نباشیم چون اصلا تو این داستان منظرم چیزی بیطرف وجود نداره من قبلا هم عرض کردم ما طرف وطنمونیم در جایی که سود اینترنشنال وسط می من طرف وطنم من بی‌طرف نیستم ولی دعا بکنید ضمن اینکه طرف وطن هستیم بتونیم انصاف رو در گذارش هایی که ارائه میدیم و مطالبی که خدمت شما ارائه میدیم بتونیم روایت بکن. دو دیگری در پیامشون نوشتن که امشب توی جمع خانواده که بوده چهل نفر هستین یکی از برنامه شما رو به نمایش گذاشتم خیلی استقبال کردن جمع ما خانوادگی هست بعد اشاره کردم به یک شهید بزرگواری که از شهدای خانواده ایشان هستن سردار شهید قهرمان و وطن شهید صالحی خیلی مخلصم الهی که پرچمتون بالا باشه باعث افتخار هست که رفقای عزیزی مثل شما وقت میگذارید تحمل کنید صدای بنده رو و رو دنبال دوست عزیزی نوشتن که مستر سلام روزت مبارک تولد مولا به شما و همکاران مبارک خواستم چند تا کتاب برای شناخت شهید همت کازمی سردار دلهامو معرفی بکنید سلام خیلی مخلصم ممنونم از پیام ارزشمندتون من سه کتاب پیشنهاد میکنم دو تاشو خوندم یکیشو منصف فاد باشم نخوندم تعریفشو خیلی شنیدم خط تماس کتاب محمد رضا بایرامی یکی از فوق العاده ترین کتابایی که من در خصوص شهید احمد کاظمی خوندم فوق العاده است پیشنهاد میکنم. که حتی این کتاب رو ببینید یه کتاب مشی درباره شهید اگر بخوام به شما معرفی بکنم شراره های خورشید فوق کتاب خوبیه پیشنهاد میکنم کتاب رو حتما ببینید درباره فرمانده شهیدمون هم من پیشنهاد میکنم که کتاب از چیزی نمیترسیدم رو حتما تهیه بکنید در واقع این کتاب یک خودنوشت هست یک زندگی نامه هست که توسط فرمانده شهید نوشته شده قبلا دست ها و چیزهایی که روایت خودشان از زندگی خودشان است پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو داشته باشین خیلی مخلصم الهی که پرشمتون بالا باشه دلتون شاد باشه و همیشه بهترین ها پیش روی شما باشه من نکته دیگه ندارم اگر احساس که این نکته هست حتما برای ما بفرستین وقتتون بخیر